باشنده های هرات از کمبود زبالدانی ها در سطح شهر و عدم جمع‌آوری به موقع زباله ها از سوی شاروالی انتقاد دارند. به گفته آنان عدم تخلیه به موقع زبالدانی ها از سوی شاروالی باعث شده تا دکاندارانی که این زبالدانی ها در مقابل دکان هایشان نصب شده اجازه انداختن زباله ها را به شهروندان ندهند. از سوی شاروالی هرات در کنار اینکه برخی شهروندان را به عدم همکاری در تنظیف شهر متهم می کند، کمبود امکانات را از دلایل دیگری می گوید که این اداره نتواند به موقع زباله ها را از سطح شهر جمع آوری کند. همکارم احمد فهیم فرجام این گزارش را تهیه کرده است. انتقادها از عدم جمع‌آوری به موقع زباله‌ها از سطح شهر از سوی اداره شاروالی هرات. برخی از شهروندان میگویند به دلیل عدم جمع‌آوری به موقع زباله‌ها از داخل زباله‌دانی‌ها، اکثر زباله‌دانی‌هایی که در داخل شهر نصب شدند از سوی دکانداران و اهالی محل یا از بین برده شدند و یا هم اجازه انداختن زباله‌ها در آنها داده نمی‌شود. بعد ده پیری یک پیره میای خیلی میکنه او رم شیوه میکنه نصف به تعجیم میرزه نصف به تسرک یک نصف فرغونه ور میداره میباره با پس مگه دکاندارا جمع کنه ورزه با داخل صد داشخال وقتی که صد داشخال یعنی اشغال رو مندازم یک که باشه با پشت نه او بگیره دیگه وقتی که اشغال خیلی میشه تعجیم که بوی میده خب که وقتی که بوی دمی دکاندارا هم اذیت میشه ما خود ما آدم بدم دکم اون صد داشخال است او رو خیلی خریفتم گل کاشتم بعض اجار میبینین سلط زوالدونی کونی بالایه به خاطر پر میکنم مردم شاروالی نیه که اور بباره براد. در مواردی برخی شهروندان نیز به عدم رعایت درست فرهنگ شهرنشینی و بی‌توجهی به تنظیف شهر متهم شوند. فعالان مدنی هم میگویند که وضعیت موجود در شهر هرات نتیجه کمکاری اداره های مسئول در راستای آگاهی‌دهی و تقویت فرهنگ شهرنشینی به گونه درست به شهروندان است. می‌بینیم بعضی از بزرگوارا و برادرها در داخل متراخ و چیزی اگر می‌خورن اون پد می‌کنن داخل سرک. میگه شهر ما خانه ماست. اگر همین موضوع ما فکر بکنیم فکر کنم که هر شهروندی اگر به همین نقطه توجه بکنه شهر من خانه من است دیگه نظافت میتونه خود انسان به خود شخص ارتباط داره که نظافت در مراد داشته باشه. اگر فرهنگ کسی مو شخص به این نباشه وگر مو فکر کنه نظر داشته باشه که امیز بالادینی رو به اینجی به چی خاطر بره ما دولت نصف کرده وقتی زمانی که نصف میشه باید چه کار کنه امیز بالادینی امو و ظرف که زبالا به داخل از این مراد کنه رعایت کنه منظم ور داره بندازه به داخل زبالدینی اکثری از نهادهای دیگه هم که وظیفه دارن که باید فرهنگ سازی بکنن کار خود درست انجام ندن از جمله ریاست اطلاعات و فرهنگ معارف و دیگه نهادهایی که در قسمت فرهنگ سازی میتونن مفید باشن و کار بکنن متاسفانه اینا کار خود به شکل درست انجام ندادن و وضعیت هرات یک وضعیت آشفته و دگرگون و متاسفانه کثیفی داره جلوه میده. در این حال اداره شاروالی هرات با تایید برخی مشکلات در جمع‌آوری به موقع زباله ها از سطح شهر کمبود امکانات را از عوامل میگوید که این اداره نتواند در قسمت جمع‌آوری زباله ها و تنظیف شهر رسیدگی کند. جمع کردن زبالجات به موقع در تقریبا روزانه ما حدود 8 متر مکعب زبالجات در هرات داریم که جمع میشه و این جمع کردن از این از توان وضعیت فعلی شاروالی خیلی خیلی بالایه. یعنی آنچه که ما وسایط و وسایل داریم برابر به نیازمندی سالهای دهه 80 هست. از دهه 90 به بعد کدام وسایط یا وسایل در شاروالی خریداری نشده و آنچه وسایط هم بوده اینا یک تعداد از اینا خراب شده و داغمه تبدیل شده که ما از درک وسایط کم بود داریم. از سوی برخی از آگاهان امور وضعیت موجود در شهر هرات را به وجود مشکلات طی چند سال گذشته در اداره شاروالی هرات ربط میدند و تاکید دارند که نبود اراده جدی در نزد مسئولان تراز اول این اداره برای توجه به زیرساختها سبب شده تا وضعیت فرهنگ شهرنشینی در این ولایت آسیب جدی ببیند. این نشان میده که مسئولین رد بالای شاروالی و یا شهرداری هیچ حس تعلقی به شهر ندارند وگرنه
جایگاه هویتی و فرهنگی هرات در حدی نیست که مردم مجبور بشن یک زباله در سطح شهر بندازن. متاسفانه وقتی زیرساخت وجود نداره، وقتی خدمات شهری ارائه نمیشه، از اون طرف مردم هم هیچ حس تعلقی نسبت به شهر نداره، یعنی یک رابطه متقابله. عدم جمع‌آوری به موقع زباله ها از سوی شهروالی از سالها به این سوست که انتقاد شهروندان هرات را پمرا شده است. با این همه مسئولان شهروالی هرات میگویند که در همکاری با سکتور خصوصی روی طرحی برای حل این مشکل کار میکنند.